با من ایوب باب دو رو باز کنید و آیه اول رو با هم می‌خونیم. و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند و شیطان نیز در میان ایشان آمد تا به حضور خداوند حاضر شود حالا به یاد میارید که در درس اول ما در باب یک در مثال اول شیطان به حضور خدا آمد. اونجا در باب یک و آیه شش داریم و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند و شیطان نیز در میان ایشان آمد و خداوند به شیطان گفت از کجا آمدی؟ و در پایان باب اول به شیطان اجازه داده شد که زندگی ایوب و خانوادش رو ویران کنه اینکه عیوب ده فرزندش رو و هر ثروتی که داشت رو از دست بده و ثروت ایوب شامل شتوران و گوسفندان و از این قبیل بود او در واقع مرد ثروتمندی بود ولی حالا در باب دو خب در باب یک محدوده مشخص شده بود شیطان میتونست به هر چیزی که عیوب داره دست درازی کنه ولی اجازه نداشت به خود ایوب دست بزنه شیطان اتهامی رو وارد کرد آیا یه نوع از باب یک آیا ایوب مجانن از خدا میترسد؟ آیا ایوب مجانن از خدا میترسد؟ تنها دلیلی که ایوب به خاطرش از خدا میترسه اینه که زندگی خوبی داره او همه چیز داره زندگی برای ایوب آسونه بعض زندگیش خوبه ولی اگر این رو ازش بگیری تو روی خدا میسته اما ایوب این کارو نکرد و در باب یک آیه 21 پاسخ داد خداوند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارک باد خب حالا شیطان یه بار دیگه به حضور خدا آورده میشه خدا ایوب رو به عنوان مردی کامل و راست معرفی میکنه که از خدا می ترسه و از بدی اجتناب میکنه او هنوز کاملیت خودش رو محکم نگه داشته هرچند مرا بران با داشتی که او را بی سبب اذیت رسانم آیه سه بی سبب عبارت جالبیه اینطور نیست کلمه ابری اون هینوم هست انگار که خدا داره به شیطان میگه تو منو تحریک کردی که کاری با بندم ایوب انجام بدم در حالی که دلیلی وجود نداشت در حالی که هدفی وجود نداشت. این ممکنه در ما این حس رو به وجود بیاره که زندگی منصفانه نیست که زندگی همینطوری تصادفیه آیا خود خدا هم کارهایی رو انجام میده که دلیلی براش وجود نداره؟ هدفی براش وجود نداره؟ ظاهرا هیچ توجیهی براش وجود نداره یا حداقل اینطور به نظر میرسه برای شیطان اینطور به نظر میرسه بعضی وقتا برای ما هم اینطور به نظر میرسه خدا با مشیت و با حاکمیت خودش کارهایی رو انجام میده او اجازه میده که بعضی چیزها اتفاق بیفته و به نظر میرسه که دلیلی براش وجود نداره به نظر میرسه که هدفی براش وجود نداره حدود 20 سال پیش با مشکلی درگیر بودم که یک مسئله شخصی و خانوادگی بود و به یاد دارم که اون رو با یکی از دوستان عزیزم در میان گذاشتم که از اساتید عهد عتیق بود و فقط اساتید عهد عتیق هستند که یادداشتهایی مثل این می نویسند او اینطور میگه من دیگه به طور کامل از تلاش برای تعبیر مشیت الهی دست برداشتم ولی فکر می کنی احتمالش هست که دوچاره یکی از اون آزمایشات هینوم شده باشی باید میرفتم و دنبال معنی کلمه هینوم می گشتم. متوجه شدم که این یک کلمه عبری هست و متوجه شدم که اون داره از باب دو کتاب ایوب نقل قول میکنه اینکه انگار خدا بعضی اوقات کارهایی رو انجام میده که بی دلیل هستند بی هدف هستند بدون توجیه مشهودی که ما بتونیم درک کنیم کتاب حمله دسته نور اثر آلفرد لورد تنیسون رو به خاطر میارم البته این کتاب شرح نبرد روسا در جنگ کریمه در حوالی سال 1850 هست بر ما نیست که دلیل آن را بدانیم بر ماست که اطاعت کنیم و بمیریم آیا ما قرار اینطور با زندگی و آزمایش ها و سختی های اون مواجه بشیم دلایل رو مطالعه نمی کنیم توجیهات رو مطالعه نمی کنیم. فقط اطاعت می کنیم ما فقط سربازانی در جنگ هستیم و محرم اسرار نیستیم که علیت رو بدونیم عواملی که در پس راهبردها و تصمیمات خاصی قرار دارند بر ماست که فقط اطاعت کنیم فقط اطاعت کنیم و بمیریم آیا اینطوریه؟ خب الان روز دیگه ای هست باب دو و آیه یک و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند یک روز دیگه دوباره روزی واقع شد یه روز دوم به ما گفته نشده که این روز چقدر بعد از روز اول بوده و این بار شیطان به خداوند جواب میده و در آیه چهار میگه پوست به عوض پوست و هر آنچه انسان دارد برای جان خود خواهد داد لیکن الان دست خود را دراز کرده استخوان و گوشت او را لمس نما و تو را پیش روی تو ترک خواهد نمود خداوند به شیطان گفت اینک او در دست توست لیکن جان او را حفظ کن به شیطان اجازه داده شده البته محدودیتی وجود داره جان او را حفظ کن خدا حدودی تعیین میکنه او میگه تا این حد و نه بیشتر. ولی درون این محدوده، داخل این دایره در این طرف محدوده میتونی هر کاری میخوای انجام بدی. میتونی هر کاری دلت میخواد انجام بدی. میتونی بهش دست بزنی. ولی نمیتونی اون رو بکشی. خب این موضوعات زیادی رو پیش میکشه. مسائل زیادی رو. مشکلات زیادی رو. مسائل مربوط به سلامتی رو پیش میکشه. مردم میگن نمیگن اینکه اگر سلامتی داشته باشی انگار همه چیز داری مردم اینطور میگن البته این حقیقت نداره غیر منطقی هست شما میتونید همه چیز داشته باشید ولی سلامتی نداشته باشید خب برای کسی که بیماره این چه نوع فلسفه ای هست برای کسی که مریضه کسی که سرطان داره و با سرطان مبارزه میکنه آیا اونها همه چیز رو از دست دادند هرگز نمیتونن خوشحال باشند هرگز نمیتونند رضایت پیدا کنند هرگز نمیتونن حسی از هدفمندی و معنا در زندگی پیدا کنند آیا چون مریض هستن همه چیز رو از دست دادند؟ نه. ما همچین اعتقادی نداریم. یعقوب در باب یک آیه دو میگه وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید کمال خوشی دانید و در ادامه در باب پنج از رساله یعقوب از ایوب صحبت میکنه. ایوب یک بیماری رو تجربه میکنه. احتمالا مشابه چیزی هست که ما اون رو به عنوان ایدز میشناسیم. بدن ضعیف میشه. زخم هایی روی پوست ایجاد میشه و و از این قبیل این کتاب بعضی از مشخصات بیماری او رو تشریح میکنه. به نظر میرسه که دندانهاش میافته، انگار که نفسش هم متعفن میشه و از این قبیل خب اصطلاح پوست و از کتاب عیوب میاد یک بیماری تصیف کننده بعضی ها سعی کردن روش اسمی بگذارن شاید الیفانتیاسیس خب توضیح روشنی در باب دو و آیه هشت وجود داره او سفالی گرفت تا خود را با آن بخراشد و در میان خاکستر نشسته بود میدونید؟ خب از اون خارش ها که فقط میخواین خودتون رو خارش بدین و نمیتونین خاروندن رو متوقف کنین الان کاری میکنم که همتون خارش بگیرید ولی متوجه میشین؟ این یک بیماریه ولی از اون هم بدتر این یک بیماری مهلکه این بیماری جونش رو تهدید میکنه آیا بیماری قسمتی از اراده خدا برای ماست؟ آیا بیماری قسمتی از نقشه خدا برای ماست؟ و آیا به اقتدار خدا باور دارید؟ آیا باور دارید که هیچ چیز به جز با حکم خدا اتفاق نمیافته؟ میدونید؟ همه اتفاقات به این دلیل میافته که خدا حکم به افتادنش میده هیچ چیزی خارج از حکم ارادی خدای قادر مطلق اتفاق نمیافته اگه شما به چنین اقتداری باور دارید پس بیماری هم قسمتی از این نقشه و هدف هست. هیچ چیزی اتفاق نمیافته. حتی بیماری و مرض هم قسمتی از نقشه خداست. ولی مسائلی رو پیش میکشه مشکل درد و مشکل رنج کشیدن رو یا خدا کمبود قدرت داره و یا کمبود نیکویی داره اگر خدا مقتدره پس او باید کمبود نیکویی داشته باشه او یا نیکو نیست و یا اینکه نیکو هست ولی مختدر نیست همون دراهی قدیمی چطور میشه که هر دو اینها درست باشه و فرزندان خود او مریض باشند خب شما میتونید قدرت او را انکار کنید این میشه خط سیر فلسفی الهیاتی که باید دنبالش رفت میتونید قدرت خدا را انکار کنید به عنوان مثال کتاب ربای کشنر وقتی چیزهای بد برای افراد خوب اتفاق میافتند خب و واقعا هم چیزهای بد برای افراد خوب اتفاق میافته شما میتونید فرضیه کتاب و زیر سوال ببرید که میدونید هیچکس خوب نیست همه ما گناهکاریم همه ما در ذات پسران مطرود آدم هستیم ولی اجازه بدیم ربای کشنر از این یکی منقطع بشه وقتی چیزهای بد برای افراد خوب اتفاق میفته بیاید عنوانش رو کمی تغییر بدیم وقتی چیزهای بد برای قوم خداوند اتفاق میفته وقتی چیزهای بد برای مسیحیان اتفاق میفته مسیحیان سرطان میگیرند مسیحیان دچار زوال عقل میشن دوچار نقص عضو میشن قوم خدا قوم برگزیده خدا من خاطرات واضحی از دوستانی دارم که عاشق خداوند بودند خداوند رو خدمت میکردند واعظ بودند من خاطرات واضحی از یک واعظ خیلی عزیز و وفادار دارم که عاشق حقیقت بود عاشق کتاب مقدس بود عاشق آموزه فیض بود هنوز میتونم اون رو با یک کتاب مقدس روی زانوهاش ببینم اما کتاب مقدس وارونه هست و کلمات ناپسندی از دهانش بیرون میاد اون کاملا کنترل همه واقعیت ها رو از دست داده بود اون خیلی دور شده بود دیگه نمیشد به اون دسترسی داشت و یادم هست که اونجا نشسته بودم و در حالی که اون من رو لعنت میکرد با او دعا می کردم. این واعظ انجیل بود و من در دلم می گفتم خداوندا چرا؟ چرا این مرد؟ این مرد خوب، این مرد دیندار، این مردی که کل زندگیش رو صرف اعلام آموزه های فیس کرده و انجیل رو معیزه می کرد و تو به شکل قدرتمندی از او استفاده کردی و حالا در این فصل یعنی زندگیش انگار به شیطان اجازه داده شده که بدترین کارهاش رو انجام بده چرا؟ شاید خدا اونقدر که فکر میکنید قدرتمند نیست این چیزی است که ربای کشنر در وقتی چیزهای بد برای آدمهای خوب اتفاق میافتند میگه خدا خب خدا کنترل نمیکنه شیطان کنترل میکنه ما در یک دنیای دوگانه زندگی میکنیم و گاهی اوقات خدا کنترل میکنه و گاهی اوقات بدی کنترل میکنه شیطان کنترل میکنه مثل شیر یا خطه بستگی به این داره که کجا هستی بستگی به این داره که در کدوم چارچوب زمانی هستی بستگی به این داره که در کدوم کد پستی زندگی میکنید و کد پستی شما میتونه جایی باشه که حاکمیت مطلق فرمان روایی میکنه و بعد میتونید در بزرگ راه رانندگی کنید و به یک سمت بپیچید و یک دفعه در یک سیاچاله هستید یعنی یک تنگنا شما در یک چاله هستید یک منطقه فضایی و شریر کنترل رو در اختیار داره و شریر حاکمه و این دنیایی هست که ما در اون زندگی می خب این یک راه حل برای مشکل درده راه حل دیگه انکار نیکویی خداست خدا حاکم مطلق. اما ضرورتا نیکو نیست یعنی اونطور که شما فکر می کنید نیکو نیست اسلام چون اعتقادی داره اسلام به حاکمیت مطلق اعتقاد داره اراده الله همه چیز اراده الله هست مهم نیست که چیه فقط اراده الله هست شما میتونید به زنها و بچه‌ها تجاوز کنید و بدون هیچ دلیل آشکاری سر مردم رو از تنشون جدا کنید و این اراده الله هست و خدا نیکو نیست در اسلام نیکویی در آموزه خدا جزی از مقوله‌های های فری هست یا میتونید درد رو انکار کنید درد واقعی نیست در توهم تصورات خودتونه مری بیکر ادی علم مسیحی من عاشق این شعر کوتاه تنظامیزم و باید بدونید دیل یک جایی در کنت هست در نزدیکی دروازه رمز در جنوب شرقی انگلیس و یک بار یک دانشمند مسیحی اهل دیل گفت اگرچه این واقعی نیست که وقتی روی یک سوزن میشینیم پوستم رو سوراخ میکنه اما چیزی که در تخیلاتم احساس میکنم رو دوست ندارم خب درباره اون فکر کنید این یک شعر کوتاه تنظامیز و زیبا درباره ماهیت بیمعنی تظاهر به اینه که درد واقعی نیست چون قطعا وقتی روی یک سوزن میشینید اون رو تجربه میکنید اما فقط خیال میکنید که اون رو تجربه کردید وقتی روی یک سوزن میشینید خب البته برای اکثریت ما این کاملا بیمعنی هست درد کاملا واقعی است در زندگی های ما در خانواده های ما در خانه های ما در کلیساهای ما در دنیای اطراف دنیا پر از آسیب و بیماری هست و بیماری بیماری بر زندگی بعضی ها حاکمه بر خانواده ها و ازدواج ها حاکمه به بچه یه کوچکی فکر کنید که به خاطر سرطان در بیمارستان رنج میکشه پیغام هایی میان همونطور که هفته پیش برای من اومد میگن شاید این بچه کوچیک مدت زیادی زنده نمونه و بعد در مشیت الهی و حاکم خدا یه خبر بهتر و دگرگون کننده هست و این نشانه که شاید در میان یک مسیر نسبتا طولانی و دشوار دوباره امید ظاهر بشه بعضی از شما اون اونو تجربه کردید بعضی از شما میدونید دقیقا منظورم چیه آیا شفا همیشه اراده خداست؟ خب معلومه که نه مثلا پولس با تیموتائوس صحبت میکنه تیموتائوس مشکل معده داره شاید زخم معده داره یکی از اون زخم معده هایی که قرقر میکنن شاید رفلکس اسید داره در آن روزهایی که نمیشد مثل الان از داروخانه دارو گرفت داروهای خوبی که کمک کنه و غیره و او به تیموتائوس میگه به جهت شکمت و ضعف‌های بسیار خود شرابی کم میل فرما این برای دلایل درمانی بود متوجه میشید یا ترافیموس رو که بیمار بود در افسوس گذاشته و اونجا رو ترک میکنه این رسول هست این رسولی هست که قدرت انجام معجزات رو داره موجزه میکنه اما باید ترافیموس رو ترک کنه پس حتی این رسول هم نمیتونست همه رو شفا بده و بعد در دوم قرنتیان باب دوازده میخونیم که حتی نتونست خودش رو شفا بده او این خار رو در جسم داره هر چیزی که بود شاید این چیزی مربوط به بینایی چشمانش بود به خاطر چیزی که در غلطیان میگه ملاحظه کنید چه حروف جلی به دست خود به شما نوشتم و سه بار دعا میکنه که این برداشته بشه و خدا اون رو بر نمی داره. پس شفا همیشه بخشی از اراده خدا نیست. خدا میخواد بعضی ها در مسیر ضعف جسمانی ضعف فکری حرکت کنند. معلومه که این بخشی از اراده خدا برای بعضی از افراد قومش است. همونطور که برای ایوب بود یک بیماری وحشتناک و مخرب که زندگیش رو تهدید میکرد و ما با خانم ایوب آشنا شدیم قبلا درباره او نشنیده بودیم و در پایان باب دو با خانم ایوب آشنا میشیم ما میخونیم پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفته ایوب را از کف پا تا کلش به دملهای سخت مبتلا ساخت او سفالی گرفت تا خود را با آن بخراشد و در میان خاکستر نشسته بود و زنش او را گفت آیا تا به حال کاملیت خود را نگاه می داری؟ خدا را ترک کن و بمیر خدا را ترک کن و بمیر در طول قرنها مفسران کتاب ایوب چیزهای خوبی درباره خانم ایوب نگفتند آگوستین او رو دیابولی ادیتریکس خطاب میکنه لازم نیست با زبان لاتین آشنا باشید تا متوجه بشید که این تعریف و تمجید نیست آگوستین گفت که او مدافع ابلیسه کلون کلون از سال 1554 تا 1555 در 159 موعظه در حدود یک دوره چهارده ماهه از کتاب ایوب موعظه کرد اونها موعظه روز یک شنبه نبودند موعظات وسط هفته بودند موعظه هایی که موقع صرف نهار انجام می و در روزهای دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه و هر از گاهی در چهارشنبه بعدی موعظه می شد چون این ترتیبی داشتند اما در اواسط قرن 16 بود حدود 14 ماه طول کشید و کالون خانم ایوب رو ارگانوم ساتانی خطاب کرد و دوباره لازم نیست با لاتین آشنا باشید این یک تعریف و تمجید نیست آکویناس شیطان زن ایوب رو برای چون این هدفی نگه داشت که او رو به عنوان ابزارش به کار ببره خب من همیشه احساس کردم که مفسران دیگه پیش از اندازه در تفسیرهاشون درباره خانم بیچاره ایوب خشم بودند میدونید اون هم و بچهش رو از دست داده بود و شاید اینجا یک تفسیر ملایمتری باشه اینکه او به شوهرش میگه با این نتیجه گیری که دلیل این رنج اینه که خدا اونها رو لعنت کرده و اون نمیخواد ببینه که شوهرش رنج میکشه خدا رو ترک کن و بمیر و به زودی از این خلاص شو خب البته پاسخ ایوب اینه او وی را گفت مثل یکی از زنان ابله سخن میگویی اینجا ابله از نظر کتاب مقدسه شخص ابلهی که میگه خدایی نیست از این لحاظ او بر اساس یک جهان بینی غیر الهی صحبت میکنه تقریبا بر اساس جهان بینی بی خدایی صحبت میکنه او مثل کسی صحبت میکنه که وجود خدا رو انکار میکنه آیا نیکویی را از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟ در این همه ایوب لبهای خود گناه نکرد. در واقع این یک جمله گیج کننده از طرف ایوبه. مگه نه؟ نیابیم. آیا نیکویی را از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟ از خدا؟ اینجا تعهد ایوب نسبت به آموزه حاکمیت مطلق رو حتی در بیماریش میبینید نه فقط چیزهای نیکو بلکه چیزهای بد هم هست حالا اون نمیگه که خدا نویسنده ی بدی هست مثلا اعتقادنامه وستمینستر اعتقادنامه بابتیستی 1689 در قرن هفته و اونها در این قسمت فقط از الهیات قرون وسطا پیروی میکنند خب میگن خدا بانی بدی نیست وگرنه این خدا رو یک گناهکار میساخت چه ارتباطی بین خدا و بدی هست خب او همه چیز رو در کنترل داره هیچ چیزی خارج از کنترل او اتفاق نمیافته اما مسائل بر اساس علتهای اولیه و علتهای ثانویه اتفاق میافتند چیزها ناشی از علتهای اولیه و ثانویه هستند و دوباره این فقط آموزه ای اصلاحات پروتستان نبود این فقط آموزه پاک دینان در قرن هفته نبود. در واقع این آموزه توماس اکویناس در قرون وستا بود. آیا نیکویی را از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟ ایوب به ما چی میگه؟ خب جواب فلسفی و الهیاتی مشکل درد هرچی که باشه قطعا مهمترین چیز اینه که ما با این قطعیت کامل زندگی میکنیم که هیچ چیزی خارج از کنترل نهایی خدا نیست روزهای خوب و روزهای بد چیزهای خوب و چیزهای بد پولس در رومیان هشت بیست و هشت چی میگه؟ همه چیزها و این چیزی است که ما میدونیم همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. این چیزی هست که می به اون تکیه کنیم. این جایی هست که می خواهیم در اون بمونیم.